نمایه های جهانی ISI فعالیت های علمی. پیشا پیش عید مبارک فردا تولد امام بزرگوار امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. ما در این سلسله برنامه ها این بحث رو با منتقدین، موافقین و افرادی که نظرات متفاوتی داشتن جلو بردیم و با استقبال خوبی در دانشگاه های کشور در مجامع علمی روبرو شده و این بحث رو ادامه میدیم. امشب با موضوع علمسنجی و بحث ISI یا نمایه های جهانی. همونطور که میدونید بحث ISI یکی از نمایه های جهانیه و نمایه های علمی یکی از موضوعات علم علمسنجی است که انسنجی خودش یکی از علومی که در کشور و در دنیا مرسومه، درجه دکترا در اون مطرح، استادیار دان، مثل علوم دیگه گرایش های خودش رو داره و فعالیت خودش رو میکنه. برای جلسه امشب ما جناب آقای دکتر نوروزی رو خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر نوروزی فارغ التحصیل علوم کتابداری و اطلاع رسانی داخل کشور هستند که پایان نامشون هم در همین ارتباط بوده و روی موضوع فعالیت خوبی داشتن و ما خدمتشون هستیم و بحث رو از اینجا شروع میکنیم که ما در دنیای علم و فناوری ابزارهای متفاوتی برای سنجش و اندازه‌گیری کمیت‌ها و بعد تحلیل اون موضوعات توسط اون کمیت‌ها وجود داره. علم سنجی، کتاب سنجی، فناوری سنجی و وب سنجی از اون قبیل و داده سنجی از اون قبیل هستن که اصطلاحات انگلیسیش هم مطرح، واردش نمیشیم. علم سنجی یکی از اونهاست که در این بحث مطرح میشه. ما هم از گرایش علمی کتابداری به علم سنجی نزدیک میشیم چون از آقای دکتر رو خدمتشون هستیم و هم از جامعه شناسی هم جامعه شناسی علم هم به علم سنجی نزدیک میشیم که امشب از جهتگیری کتابداری ما خدمت آقای دکتر هستیم و آقای دکتر شما بهتر میدونید بحث علم سنجی و ابزارهای متفاوتی که برای این موضوع هست. میخواد این معرفی داشته باشیم علم سنجی چیست، چه فایده ای داره علم سنجی، آیا علم سنجی یه کار اداری است که بعضیا تلقیشون هست، آیا علم سنجی همون علم آماره و یا حالا خیلی خفیفتر بعضی ها گفتن یه کار آماری، در حالی که کار آماری هم خودش جایگاه خودش رو داره، علم آماری هم که جای خود، یا نه یک علم تئوری های خودش رو داره، نظریات خودش مطرحه و فعالیت علمی محسوب میشه. من در ابتدا اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و تشکر بکنم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار داده شد که در خدمت مردم عزیزمون باشم و تبریک بگم تولد حضرت امام رضا رو. علم سنجی در واقع یکی از علومی هست که جزء از شاخه های رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی هست و به بررسی کمی تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات میپردازه و اطلاعات منظور بیشتر تولیدات علمی هست. تدریسی کمی هست اما ممکنه کیفیت بله. رو هم با همین کمیت تحلیل بکنه. ابزار در واقع علم سنجی در واقع کمیت ولی میخواد به کیفیت برسه. این در واقع با مطالعات کمی هست که میشه حجم زیادی از اطلاعات رو مورد ارزیابی قرار داد. و کیفیتشون اصلا مطالعات علم سنجی زمانی معنا پیدا میکنه که حجم اطلاعات بالاست. صحیح. وقتی حجم اطلاعات پایین باشه اصلا نیازی به آمار و نیازی به مطالعات استفاده از آمار وجود نداره. یعنی ممکنه در سطح یک دانشگاه یک کمیته هم بتونن بشینن یه بله شما اگر مقاله رو بدید 10 تا 100 تا مقاله باشه ممکنه یک کمیته بشینه اون مقاله رو مطالعه کنه بله. و نظراتش رو اعلام کنه. اما وقتی مقایسه در سطح کشور مطرح باشه یا در سطح بین الملل دیگه بله چون زبان‌های مختلفی اونجا مطرح میشه، انواع اقسام تولیدات علمی مطرح میشه، تعداد بالای تولیدات علمی مطرح میشه که اینا همش نیاز به بررسی کمی داره که علم سنجی در واقع به این دلیل این کار رو انجام میده که میخواد ببینه که مؤثرترین افراد، مؤثرترین تولیدات علمی و مؤثرترین در واقع مؤسسه ها و مؤثرترین مثلا نشریات کدوم ها هستن و اینا واقعا بدون داشتن همچین اطلاعاتی سیاست گذاری علمی و پژوهشی خیلی دشوار میشه. این مؤثرترین آقای دکتر هم میتونه در مؤثر در انتشار علم باشه و هم مؤثر در بکارگیری علم، هر دو رو میشه بله
طبیعتاً به کارگیری در واقع اینجا بحث همون استناد مطرح میشه در علم سنجی. در واقع بحث استناد نوعی به کارگیری یافته‌های علمی هست که در واقع مطالعات علم سنجی اون رو هم مورد تجزیه تحلیل قرار میده و با تعداد مثلا پتنت ها میشه به کارگیری اجتماعیش هم فهمید. بله اون بحث پتنت ها مدار جدا بله بحث بله. پتنت ها هم در واقع ارتباط مستقیم داره به تولیدات علمی، چون برای ارتباط به تولید پتنت و تولید مقاله وجود داره. بله حالا اگر فرصت تو برنامه پیش بیاد من خدمت شما عرض خواهم کرد که اصلا پتنت ها چطور به تولیدات علمی ارتباط پیدا می کنن. خب چقدر با علم آمار یا یعنی این ماهیت علمیش رو یکم به طور کل ببینید، علم سنجی یکی از ابزارهای اصلیش آماره، اما آمار هم جز شما می دونید اعداد خودشون حرف نمی زنن. این ما هستیم که با دیدگاه ما و با تجزیه و تحلیلی که روی این اعداد انجام می دیم در واقع میتونیم به نتایج کیفی برسیم و تحلیل رو در واقع داشته باشیم. اگر صرفاً جدول‌های آماری ارائه بکنیم، اعداد ارائه کنیم که این اعداد هیچ تحلیلی کنارش گذاشته نشده باشه، این در واقع تجزیه تحلیل علم سنجی خوبی نیست. تجزیه تحلیل علم سنجی زمانی معنی داره و زمانی میتونه مؤثر باشه که ما بتونیم با استفاده از تحلیل‌هایی که روی این اعداد انجام میدیم در واقع نشون بدیم که مؤثرترین‌ها کدوم‌ها هستن. درست. بله. حالا قبل از اینکه وارد یه مدار نمایای استنادی دنیا و اینا رو شما بفرمایید، نظر میاد علم سنجی توی اولویت گذاری های کشور میتونه به شدت موثر باشه. یعنی ما میتونیم باش روندهای علمی دنیا رو کشف کنیم و ببینیم که ما در کجای این فرایند حرکت علمی، مثلا در نانو فناوری قرار گرفتیم، در فناوری، در مثلا مکاترونیک، در علوم مختلف میتونیم باش آینده پژوهی علمی بکنیم. بله. و بعد توسعه علمی کشور رو در اون راستایی که مایلیم متناسب با بله. نیاز ما هدایت، یعنی یه بله. تاثیرگذاری فوق‌العاده قوی داره برای بله. اینکه شما بتونید اصلا برنامه‌ریزی بکنید. بله. این نقشه جامعه علمی کشور داشته باشید. بله. خب نمای استنادی چی های دکتر و دنیا چی ها هستن؟ بله. نمای استنادی یکی از انواع نمای هاست که به هر حال به بحث همین استنادها میپردازه، در واقع سایتیشن ها و استنادها که در واقع میخواد به نوعی استفاده از تولیدات علمی رو در واقع نشون بده. نمای های استنادی به تجزیه تحلیل این میپردازه که از این مقاله مثلا چقدر استفاده شده، که البته استفاده شاید یه خورده کلی تر باشه، استناد هم اگر بخوایم به عنوان استفاده ازش در واقع تعبیر بکنیم میتونیم بگیم که چقدر به این مقاله استناد شده، یعنی چقدر این مقاله مورد استفاده و توجه قرار گرفته. تو مطالعات علم سنجی به این بود خیلی توجه میشه و چون این کار در سطح بین المللی باز نیاز به ابزارهایی داره، یعنی خود علم سنجی با اینکه خودش ابزار هست باز خود اونم ابزارهای زیادی داره که یکیش همین نمایه‌های استنادی هست. یعنی اگه نمایه‌های استنادی نباشن عملاً این کار علم سنجی یه مقداری با دشواری بیشتری تو هم هست. نمیش. که نمایه‌های استنادی به تجزیه تحلیل در واقع کمک میکنن، تجزیه تحلیل رو ما به راحتی انجام بدیم با بررسیایی که انجام میدیم، با تجزیه تحلیلی که رو استنادها انجام میدیم، مؤلفانی که بیشترین تولیدات علمی رو داشتن، دانشگاهایی که بیشترین نقش رو داشتن، بیشترین استفاده از تولیدات علمی شده. همون مقولهایی که شما فرمودید، مثلا یکیش هم همون وب سنجی هست، الان ارتباط زیادی داره مثلا برای بحث بررسی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها. میزان استفاده از وبسایت دانشگاه‌ها هم توی وبسنجی الان بحث روزه. یعنی تقریبا از سال 1996 که اصلا بحث وبسنجی مطرح شد و خوشبختانه در ایران هم الان از دوستان ما فعال هستن تو این زمینه، یکی از هدف‌هاش همین است که میزان در واقع بازیابی و شانس بازیابی فرض کنید که وبسایت‌ها به چه صورتی است که اون باز مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیره، که استناد به اونها در واقع مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره. اتفاقا جالبه بدونیم که رابطه خیلی مشخصی وجود داره بین دانشگاهایی که از نظر تولیدات علمی در سطح بالاتری هستن با میزان بازیابی وبسایت‌هاشون. یعنی اینو بله از مطالعاتی که تو زمینه وب سنجی بله از سال 2000 به بعد انجام شده این رابطه رو در واقع مشخصا نشون داده. دقیقاً. یعنی ما تو نمای استنادی عملا داریم اینو میگیم که مقاله‌ای که 10 دانشمند دیگه بعد از انتشار اون مقاله بهش استناد کردن یک ارزش علمی داره، بله. مقاله‌ای که 300 دانشمند بهش ارجاع دادن یک ارزش دیگه. درست. نگاه می‌کردم ما 4 تا مقاله داریم که
4 یا 5 مقاله، بیش از 100,000 استناد بله. در اونها شده. اصلا بحث نمایه استنادی از بُعد دیگه هم مطرح است. شما با استفاده از نمایه های استنادی تاریخ علم رو هم میتونید دنبال کنید. تاریخ علم چیزی غیر از این نیست که بله اندیشه ها تکمیل شده و به تدریج به یک، شما الان مثلا دی ان ای رو سیر کشفش رو اگر همینجوری دنبال بکنید متوجه میشید که از کجا شروع شده، در چه سالی چه کسی چه چیزی رو منتشر کرده، بعد چه کسی از اون استفاده کرده مقاله دیگه ای و پشت سرش تا مثلا رسیده به دی ان ای، که این غیر از اینکه تاریخ اون گرایش علمی رو معلوم کنه بله. به شدت به کمک پژوهشگران امروز میاد بله. بتونه از ایده هایی که در تاریخ اون علم مطرح بله. شده فعالیت جدیدی شروع کنه. اصلا نقشه علوم دایره علمی داره. بله اصلا نقشه علوم رو میشه ترسیم کرد با استفاده از نمایه‌های استنادی. بله بله. خب چند تا از این نمایه‌ها وجود داره در دنیای؟ خب نمایه‌های استنادی خیلی خیلی معروف، بخشش نمایه‌هایی هستن که توسط مؤسسه اطلاعات علمی در واقع عرضه میشه، ISI عرضه میشه، مثل نمایه وب اف ساینس که خب از معروف‌ترینشون هست، نمایه استنادی وب آف ساینس در واقع خودش یک منبع داده و اطلاعات هست که بر اساس اون پایگاه های علمسنجی دیگه این مؤسسه مثل JCR یا ESI یا محصولاتی مثل NCR یا NSI این سازمان، این مؤسسه ISI بر اساس اون باز خروجی های دیگه هم در اختیار ما قرار میدن. اخیراً در چند سال اخیر اسکاپوس یکی دیگه از نمایه های استنادی هست که توسط مؤسسه باز یه مؤسسه اروپایی در هلند در واقع عرضه شده و این منبع هم یکی از منابعی هست که همین بحث استنادی رو دنبال میکنه. گوگل در واقع گوگل هم گوگل اسکولار هم یک نمایه استنادی به نوعی محسوب میشه که بیشتر تو بیشتر تو وبسنجی کاربرد داره که دومین ها رو میشه بر اساس اون در واقع ردیابی کرد و فرزند مبارک خودمون ISC که بله ایسی خوده ای بله و ISC که اون هم مبنای استنادی بله یک منبع خیلی موثری هست. واقعا اگر این استنادی نمای استنادی نبود ما متوجه نمی‌شدیم. مقاله‌ای که من عرض کردم 4 تا مقاله داریم که حدود 100,000 استناد داره، یک مقاله هم داریم که حدود 200,000 استناد. مقاله‌ای که 200,000 دانشمند دیگه از اون استفاده کرده باشن نشون میده تحول ایجاد کرده بلد. در علم دنیا و اگر این نمای استنادی نبود اصلا ما اینها رو نمیتونستیم متوجه بشیم. فقط من یه نکته هم باز فکر میکنم اینجا لازم باشه بهش اشاره بکنیم که بحث مثلا نمایه های استنادی یکی از مهمترین ابزارهای سنجش همونجور که عرض کردم تولیدات علمی هستن که مجموعه ابزارهایی که وجود داره که وضعیت توسعه علمی یک کشور رو میشه باش ارزیابی کرد. خب خیلی متفاوته که یکی از مؤثرترینش همینا هست. یکی از ابزار مثلا OECD دستورالعملی که ارائه میده در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا درست. خب یک سری دستورالعمل تحت عنوان خانواده فراسکاتی داره که خود فراسکاتی منوال، اسلو منوال خدمت شما عرض کنم، مثلا کامبرا و مثلا موازنه پرداخت فناوری، اینا بخشی از در واقع این دستورالعمل ها هستن که در داخل اینا وقتی که میریم بحث علم سنجی و کتاب سنجی و نمایه های استنادی هم به عنوان شاخص مطرح هست که در اونجا ما اینا رو مورد میبینیم که توجه قرار دادن و اتفاقا در همون موازنه پرداخت فناوری ارتباط پتنت ها با تولیدات علمی مطرح هست. یعنی وقتی میخوان یک کشور ارزیابی بکنن میگن که چقدر از پتنت های جدید از دانش پتنت های قدیمی استفاده کرده و چقدر از دانش تولیدات علمی قبلی اون کشور استفاده شده برای تولید این پتنت، چقدر از دانش بومی و پتنت بله چقدر پتنت رسیده. اینا در واقع بله اینه که چقدر تجاری سازی رو ما یاد گرفتیم. این اصلا خود یکی از شاخص‌های اصلی موازنه پرداخت فناوریه که توسط OECD ارائه میشه. خب باز مسائل دیگه باز ما در کشورم خیلی ضعیفه بله مثلا مسائل دیگه باز در OECD مثلا آمارهای آموزش عالی، دانشگاه‌ها، وضعیت دانشگاه‌ها، اینا همهش در واقع بخشیش خود تولیدات علمی و تحلیل استنادی تولیدات علمی هم توش دخیل هست، بخشی مسائل دیگه مثل سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تعداد دانشمندان، تعداد مهندسین، تعداد متخصصین در حوزه‌های مختلف، تعداد سازمان‌ها و مؤسسات، میزان بودجه‌ای که صرف در واقع این مسائل شده
و همه این مسائل در واقع بخشی از شاخصهایی است که مطرح است، بخشی از استفاده های یک از نمای استنادی در حقیقت بله، میشه بله. در واقع خیلی از این اطلاعات رو بدون توجه به نمای های استنادی بدون امکان پذیر نیست، یعنی کسی مدعی نیست که بله. ISI یا نمای استنادی توسعه علمی رو ایجاد میکنه بله. اما در این که توسعه علمی ما داریم یا نه و در کجای این فرایند حرکت توسعه علمی هستیم بله. یکی از شاخص‌های مهمیه که مطرح میشه، یکی از شاخص اما به هر حال خیلی موثر. بعد اصلا کلا بحث نمایه‌ها و بحث فهرست‌نویسی حالا منابع علمی بحث تازه‌ای نیست، این بحثی است که همیشه مطرح بوده، مثلا کتابداران سالیان سال از دیرباز با همین در واقع ابزار نمایسازی و ابزار فهرست‌نویسی هست که در واقع به سازماندهی اطلاعات پرداختن و تونستن خدمات اطلاعاتی خودشون رو به جامعه عرضه بکنن، ولی به هر حال نمایه‌ها وقتی که مطرح میشه سعی میکنه یک منبعی رو در واقع عرضه بکنه تو حوزه‌های تخصصی که اینها در واقع مورد استفاده قرار بگیرن توسط جامعه علمی و با همون رویکردهایی هست که خدمت شما عرض کردم. خب آقای دکتر، ما وارد این مقدار استفاده عملی بشیم، وضعیت علمی کشور، یعنی با استفاده از امسنج ما با آماری که هست، ما حد اکثر حدود 0.5% تولید علم جهانی رو در ایران داریم بله. که البته سهم جمعیتی ما 1% از جمعیت جهانه، انتظارم اینه که اینو بیشتر بکنیم به 1% برسونیم بله. و چون شعار خیلی خوب جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم رو در این کشور داریم بله. که خیلی حرکت مثبتی که تو کشور الحمدلله به رهبری رهبر انقلاب شروع شده بله. ما باید بیش از سهم جمعیتیمون در تولید علم دنیا نقش و حضور داشته باشیم بله. این تولید علم بومی ماست دیگه، باید بله. به جای 1% سهم جمعیتیمون شاید تا 10% ما باید افزایش تولید علم از 0.5% داشته باشیم تا بتونیم این شعار نهضت تولید علم رو محقق کرده باشیم. درست. و از اون طرف حتی تعداد مقالات مجلات هم که میبینیم، خب ما مثلا 400 مجله علمی داخل کشور داریم در مقایسه بله. با 120 هزار مجله علمی دنیا باز همین نسبت رو نشون میده. یک خبر خوبی اخیرا داشتیم که بله. ما تولید مقالات بین المللیمون در کنار مقالات داخلیمون به 8000 رسیده امسال بله. و این خیلی رشدمون الحمدلله خیلی خوب بوده بله. و شما آمار جدید رو هم دارید در مقایسه با کشورهای دیگه، این رو هم بفرمایید. ما وضعیت رشدمون تو همین چند سال اخیر خیلی خوب بوده بله. همین از سال گذشته تا امسال ما کل سال 2006 مثلا در همون یکی از نمایه‌های استنادی که همون وب آف ساینس باشه بله. ما 6748 تا تولید علمی نمایش شده در اون پایگاه داشتیم بله. الان که در 21 ماه 11 سال 2007 هستیم، هنوز سال 2007 تموم نشده همین الان 8100 رسیده این تعداد، یعنی الان ما 20% رشد داریم سبب کل سال 2006 با اینکه هنوز 2007 تموم نشده. تعداد تولیدات علمی ما بالاتر رفته. باز یک خبر خوشحال کننده اینه که تو بخش علوم اجتماعی و علوم انسانی تعداد بالا رفته. ما مثلا این دو تا پایگاه بخش SSCI و بخش Art and Humanities در واقع پایگاه ما مجموعا 203 تا تولید علمی در سال 2006 داشتیم، امسال به 340 تا رسیده بله. 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 به امسال به 340 تا رسیده، 340 تا امروز، تا امروز هنوز باز جا داره بله، هنوز جا داره. الان در حال حاضر ترکیه تو در واقع خاورمیانه از ما فقط جلوتر است توی بحث تولیدات علمی نمایش شده. مقایسه‌ای دارید آقای دکتر؟ بله، تو الان ترکیه در واقع تولیداتش تا به همین امروز 17676 هست توی همین سال 2006. اونا حتی به تعداد سال گذشتهشون هنوز نرسیدن. مثلا ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان هیچ کدوم به تعداد سال گذشتهشون هنوز نرسیدن. ولی ما الان هنوز یک ماه خورده مونده رد شدیم. و این نشون میده که به هر حال توجه به نمایه‌های بین‌المللی در بین دانشمندان ما زیادتر شده و این میتونه مؤثر باشه در توجه به تولیدات علمی، استفاده از تولیدات علمی ما و در این که واقعا ما از ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی در واقع سرمایه گذاری هایی که روی تولید علم انجام میدیم، روی دانشگاه های ما که چقدر دارن فعالیت میکنن، هیئت علمی های ما، دانشجوهای تحصیلات تکمیلی ما، اینا همش در واقع نشون دهنده فعالیت های ایناست. علارغم کمبود امکانات، علارغم کمبود نسبت به رقبای ما بله، یعنی نسبت به جای دیگه ما، نسبت به عربستان بله. نسبت به ترکیه ما تجهیزات آزمایشگاه تجهیزی به خصوص، نه تجهیزات آموزشی بله. خیلی کم داریم، اما اساتید ما فعال بودن بله. تجهیز کردن.
خب همینجا معلوم میشه که یکی از فواید امسنجی معلوم میشه که خب ما که هدف گذاری برای اول شدن در سطح منطقه رو در سطح چشمنداز داریم، الان داریم خودمون رو هی تطبیق میدیم، میبینیم رقبای ما کیا هستن، ما چقدر جلو افتادیم، عقب افتادیم و به چه صورت. یکی دیگه از اینا خب روشن میشه. خب آقای دکتر، بحث رتبه بندی در میان دانشگاه‌های دنیا مطرح بوده، در ایران هم برای ما و مدیران ارشد ما هم اهمیت داره، اما برخی این رتبه بندی رو وارداتی و استعماری میدونند که اصلا رتبه بندی دانشگاه ها یا مثلا بین کشورها استعماری. آیا واقعا اینطوریه؟ من این خبر خوب رو هم بدم که اخیرا شنیدم که دانشگاه تهران با ادغام به اصطلاح افیل اسم دانشگاه پزشکی تهران و دانشگاه تهران رتبش در سطح جهان از 1400 که شاید یک سال و نیم پیش ما بودیم در رتبه یکی از رتبه‌بندی های جهان شانگهای باشه، به حدود 539 تو این رده رسیده دانشگاه تهران. و تبریک من میگم به فعالیتی که این دانشگاه داشته و انشالله باعث افتخار این کشور باشه در سطح جهان. دانشگاهی بیشتری پشت سر این دانشگاه هستن که انشالله هرچی زودتر بیان و ما رو در سطح جهان آبرومند و جلوتر ببرن. اما راجع به رتبه‌بندی دانشگاه ها چی فکر میکنیم؟ بله، خب رتبه‌بندی دانشگاه ها به هر حال در سطوح مختلف انجام میشه، دستورالعملایی که باز برای این مسئله وجود داره، شاخصایی که انتخاب کردن متفاوته. بعضی از دستورالعملها 200 تا دانشگاه رو مثل تانز هایر ادویکیشن 200 تا دانشگاه رو معرفی میکنم. من در سال 2006 فکر میکنم دو تا از دانشگاه های اسلامی از کشور مالزی بودن که در اونجا حضور داشتن، بعد ترکیه. و کلن ما تو دو تا در واقع مکلین کانادا و در اینجا ما کلن دو تا یا سه تا یا تا 5 تا در واقع از دانشگاه های کشورهای اسلامی رو داشتیم. باز در شانگهای جیاوتونگ یونیورسیتی باز 500 تا دانشگاه برتر معرفی میشه و باز در دستورالعمل‌های دیگه هم وجود داره که اینا شاخصهای مختلفی رو در نظر میاد. در رتبه‌بندی که الان سازمان کنفرانس اسلامی برای دانشگاه کشورهای اسلامی الان در نظر گرفتم، شاخصهایی که 50% این شاخصها امتیازاتش به بخش پژوهش اختصاص داره در نظر گرفته شده. بخش آموزش اسلامی هم نمای انسانجی استناری به خصوص آیسا اصلا اینا قید شده. بخش آموزش هم 25 امتیاز مثلا در نظر گرفته شده. بخش وجهه بین‌المللی دانشگاه، درآمدزایی دانشگاه، بحث منابع اطلاعاتی دانشگاه، مثلا چقدر به نسبت هر دانشجو کتاب وجود داره در اون دانشگاه، چقدر کتابخونه‌هاش تجهیز به منابع اطلاعاتی و نشریات هست، اینا همش امتیاز داره در رتبه‌بندی دانشگاه ها. و من همین رو اضافه کنم، در جریان رتبه‌بندی معیارگذاری برای رتبه‌بندی دانشگاه جهان اسلام حضور داشتم خودم. ما خیلی فشار آوردیم، تونستیم درآمدزایی دانشگاه رو به عنوان یه عامل اثربخشی دانشگاه وارد کنیم. اما این رو هم باز امتیاز بالایی نپذیرفتن. یعنی عمده امتیاز رو شما نگاه میکنید تو جهان اسلام حتی پنج امتیاز. یعنی اینو من مثلا مراکز رشد یا تعداد شرکت‌های دانشگاهی رو ما پیشنهاد دادیم، الحمدلله پذیرفته شد، امتیاز بالایی داده نشد و باز بیشتر از شاید 40-50% امتیاز به ISI هم استنادها که کیفیت رو نشون میده و هم تعداد مقالات و هم هایلی سایتد پیپرها، هات پیپرها و پژوهشگران برتر رو اینها اصلا بعد به چه بین المللی دانشگاه داشتن، هیئت علمی بین المللی داشتن، دانشجوی بین المللی، اینا همش توی جهان اسلام اینطوری پذیرفته شده. بله مثلا باز بحث اون وبومتریک هم رتبه بندی دانشگاه رو انجام میده. مثلا مؤسسه پژوهشی به نام سایبر متریک هست توی اسپانیا که دانشگاه های کشورهای مختلف رو در واقع ارزیابی میکنه. مثلا در بین 100 تا دانشگاه خاورمیانه حدودا 52 تا دانشگاه ایرانی دیده میشه در این آخرین ارزیابی که سایبر متریک در واقع اعلام کرده. که البته از کشور اردن باز چند تا دانشگاه هست. نیازمند اینه که دانشگاه ما سایت ولی فقط از بعد وبسایت هاست که امروز مهمه. باز مثلا حتی چه فایل هایی از نظر دانلود غنی بودن انواع فایل ها وجود داره، چه آموزشی چه پژوهشی. اینو باید دانشگاه ما توجه بکنن، سایت هاشون رو به شدت تقویت کنن و بعد جاذبه داشته باشه. من یکی دو نکته عرض بکنم که مبنای ISC و ISI و اسکوپوس یکیه. یعنی ما کاری که داریم میکنیم همه سرویس های خدماتی که آیسای رو انجام تو آیسی ما هم
داره ایران فعلا البته تعدادی از خدمات اما داره افزایش پیدا می‌کنه. اورژانس اونجا اینجا هست، بله. ای استای اونجا اینجا طلایی داران هست، بله. و کارن کانتنت اونجا اینجا وجود، بله. داره و داره میره. یعنی مبنای علمی موضوع یکیه، بله. اگر کسی مخالف باشه با ISI مخالف با ISC هم هست، چون یک مبنای علمی داره. درست. و برعکس، یعنی این بله. نکته دیگه این که بحث استناد برمیگرده به علم الحدیث ما، بله. در حوزه علمی، یعنی بله. میشه در تاریخ علم، بله. اسلامی ما داره، بله. ما علم الحدیث تا شما استناد به اصطلاح ناقل قبلی نکنید، بله. اصلا این اعتبار نداره. اون خود علم رجال اصلا توش این بحث مفصل، بله. وجود داره، بله. و البته بحثایی وجود داره هول هوش این که چقدر نقل مطلب از دیگران نیاز به نقل اسامی داره، که حالا این بحث، بله. جدایی من واردش میشم. اما آقای دکتر یه نکته این که آیا این درسته که ما چند سال بگیم علم تولید علم و مقاله تحصیل کنیم نیاز جامعه رو حل کنیم، بله. و بعد برگردیم حالا مثلا تولید علمی بکنیم در این زمینه شما؟ من فکر نمی کنم اینا منافاتی به هم داشته باشه. یعنی ما واقعا نیازی به حذف صورت مسئله تولید علم نیست. تولید علم داره انجام میشه و ما الان اون گپی که وجود داره در واقع اگر بین دانشگاه و صنعت بگیم داره، این گپ رو میتونیم ما روش کار بکنیم و اینا تعارض نداره. تعارض نداره، یعنی ما رابطه خیلی زیادی واقعا میبینیم که وجود داره بین کشورهایی که از نظر تولید علم قوی هستن، بله. و کشورهایی، بله. که از نظر فناوری جلو هستن. ما نداریم کشوری که از نظر فناوری جلو باشه ولی اصلا تولید علم نداره، بله. اصلا آماری وجود نداره این زمینه واقعا ادعا میشه و کشوری نمیتونه ادعا بکنه توی زمینه فناوری جلو هست ولی تو اون زمینه اصلا مطالعات علمی نداره. و اگر باشه به شکست مونده. به شکست مونده میشه. اصلا ممکنه مشکل باشه. بله، یکی از شاخص‌های بررسی همین مسئله رابطه پتنت ها با تعداد علمی، یعنی همگرایی پتنت، بله. همگرایی مقاله، بله. که ممکنه 1:5 باشه، 1:2 باشه، 1:1 بله. باشه، به شدت موثر در، بله. چون اینا واقعا دسترسی به فناوری اتفاقی پیش نمیاد. بر اساس یه سری کارا و مطالعات انجام میشه. در وضعیتی که ما به تولید علمی می‌خوایم، بله. تولید فناوری ما می‌خوایم بومی باشه، بله. آقا این نکته این که آیدو که چون شما فارغ التحصیل جدید هستی، ما شما را به عنوان نمایندگان دانشجو دکترا هم نگاه میکنیم. یه مشکلی که در فضای دانشجوی دکترای ما وجود داره اینه که چون از سال دوم، یعنی بعد از امتحان جامعه تازه شروع میکنن برای مقاله و پژوهش، تو دو سال واقعا دادن دو تا مقاله ممکنه تو بعضی رشته‌ها خیلی مشکل باشه و این فضای منفی توی دانشجویان دکترا ما ایجاد کرده علیه مقالات بین‌المللی. درست. که به نظر میاد راه حلش اینه که خب از ابتدا دانشجو با استادش آشنا بشه، از روز اول درس پژوهش شروع بکنه. شما در این زمینه به عنوان نماینده دانشجویان چه نظری دارید؟ خب مقالات بین‌المللی به هر حال یه فرآیندیه که میتونه از همون اول دانشجو به هر حال استاد راهنماش مشخص بشه، حوزه کاری خاصش مشخص بشه و بیشتر فعالیت‌های علمیش تو اون زمینه هدایت بشه. بله، قبول دارید که این میتونه اتفاق بیفته چون تو دنیا من. بله، البته من خیلی با این موافق نیستم که زمینه‌های مطالعاتی دیگه‌شو کلاً همه رو سوق بده به اون زمینه. بله. نیاز هست به نظر من که یک دانشجو ایرانی واقعا با شرایطی که ما در کشور نیاز هست که درس‌های مختلفی رو بعداً مثلا تدریس کنه، یک دانشجو ایرانی باید تو اون حوزه هم وارد بشه، ولی تاکیدش رو اون زمینه خاص باشه، بعد مقالاتی تو اون زمینه تولید کنه. 4 سال وقت داشته باشه، بله. بتونه مقاله بنویسه. بله، فرصت بیشتری داشته باشه. این کار سختی نیست و فضای، بله. دانشجوی ما هم علیه نمای بین‌المللی نخواهد. بله، هم این بود رو میتونیم داشته باشیم، همین که توجه به حوزه‌های مختلف هم میتونیم داشته باشیم. بله. چون ما فارغ التحصیلایی باید داشته باشیم که تو حوزه‌های مختلف تدریس کنن. تدریس بکنن. بله. مثلا ویژگی دانشگاه‌های ما به این صورته. دو سال اول کاملا، بله. جای خوبی. در این حال باید حوزه تخصصیشون در واقع ملموس‌تر از همون اول مشخص باشه. خیلی متشکرم دکتر، لطف کردین. خداحافظی می‌کنیم تا فردا شب. خیلی متشکرم.